کشتی ایرانی نجات یا ایران شاهد در بندر جیبوتی پهلو گرفت. نیروهای آژانس برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ محموله کشتی ایرانی را تحویل گرفتند. متجاوزان سعودی برخلاف موازین بین‌المللی مانع فرود دو هواپیمای حامل کمک‌های انسان دوستانه ایران در یمن شدند. ایران دو هواپیمای دیگر به جیبوتی فرستاد تا از طریق مرز آبی کمک‌ها به مردم بیدفاع یمن برسد. کشتی ایرانی نجات هم بی توجه به تهدیدهای پیاپی آمریکا و عربستان 12 روز پیش از خلیج فارس حرکت کرد و اکنون در ساحل جیبوتی پهلو گرفته. این کشتی خوب حامل کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به یمن هست که در بخشی از مأموریتش در بندر جیبوتی پهلو گرفته و ما در تماس هستیم با مقامات سازمان ملل و برنامه جهانی غذا که بخش دیگر مأموریت هم انجام بشه و این کمک‌ها به یمن منتقل بشه. سه فعال ضد جنگ از اروپا و آمریکا، 15 خبرنگار و گروهی از پزشکان داوطلب در کشتی نجات حضور دارند. همه برای کمک به مردم یمن عازم این سفر پرخطر شدند. به عنوان یک فرانسوی میدونم که کشور من در شرایط کنونی بیشتر از آمریکا داره از این جنایات حمایت میکنه، چون تجهیزات نظامی به ویژه هواپیماهای زیادی به عربستان و امارات داده. کشتی نجات در حالی به انتظار بازدید نهادهای بین المللی متوقف شده که مردم یمن هر لحظه زیر آماج بمباران‌های عربستان با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی جان می‌دهند. کشتی ایرانی حامل 2500 تن دارو، غذا و کمک‌های امدادی است، اما یمنی‌ها می‌گویند این کمک‌ها تنها ذره‌ای کوچک از نیازهای جمعیت 24 میلیونی این کشور را برآورده می‌کند.